بار دیگر اثبات توانمندی جوانان این مرز بود. ما آماده ایم دانش ایرانی رو نشون بدیم. اولین داروی گیاهی ضد آلزایمر جهان با توان محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی در البرز تولید شد. این مطالعه در حقیقت در سال 1383 در پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات روانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران انجام گرفته و نتایج این تحقیق و تست بالینی بر روی 42 بیمار آلزایمری 65 تا 80 ساله به تایید چندین دانشگاه معتبر جهان از جمله دانشگاه‌های انگلستان رسید. ما برای اولین بار در دنیا این گزارش را ارائه کردیم. کار بالینی اولین بار توسط تیم ما انجام شده. داروهای گیاهی زنجیره‌ای بزرگ و مهم را ایجاد می‌کنند. شما باید گیاهان رو وحشی رو اهلی سازی کنی، اصلاح نژادشون بکنی، به روش علمی اونها رو تکثیر کنی، در اختیار کشاورز بذاری که اونها رو تولید کنه. 1800 فرآورده گیاهان دارویی در کشور تولید میشه که تنوع خوبی داره، اما سهم قابل توجهی از بازار رو نداره. سال گذشته حدود 600 میلیارد تومان بازار این فرآورده‌ها بوده. میزان صادراتش هم حدود 20 میلیون دلار هست. با تولید این دست داروهای گیاهی دانشمندان به سنت‌های در حال فراموش شدن بازگشتند. ما میراث گرانبهایی داریم از گذشتگان که شاید حدود 150 سال 200 سال هست که به کم توجهی و غفلت دچار شده. قیمت این داروی بی همتای ایرانی 1/10 نمونه شیمیایی و پر عوارض خارجی اونه. همکنون داروی ملیتروپیک با ظرفیت 50,000 بسته در ماه تولید میشه و با توجه به برنامه ریزی های صادراتی این دارو قراره تا 200,000 جعبه از اون در ماه تولید بشه. مجید ایبگی، خبرگزاری صدا و سیما، کرج.